که سفارت خونه ندارم که مرکز نشر شهر ببین دیرم که خودتون رو بشم. Recall your ambassadors from Iran. Recall all your ambassadors and representatives from Iran. سفرای خود را از ایران خارج کنید. Pour la femme, la vie et la liberté. Sortez vos ambassadeurs d'Iran. سفرای خود را از ایران خارج کنید. Oterkalla era ambassadeur from Iran. سفرای خود را از ایران خارج کنید. سفرای خود را از ایران خارج کنید. They need to close the Iranian embassies and expel the Iranian ambassadors. Remove your ambassadors from Iran. سفراتون از جمهوری کثیف اسلامی بکشین بیرون. Recall your ambassadors from Iran. سفرای خودتون را از ایران خارج کنید. لطفاً سفرای خود را خارج کنید. سفرای خود را از ایران خارج کنید. Pull out your ambassadors from Iran. سفیرهای خود را از ایران خارج کنید. برای حمایت از مردم ایران، لطفاً سفرای خود را از ایران خارج کنید. سفرای خود را از ایران خارج کنید. سفرای خود را از ایران خارج کنید. سفیرای خودتون را از ایران خارج کنید. It is a time to recall your ambassadors. سفرای خود را از ایران خارج کنید. Remove your ambassadors from Iran. درود به یکایک شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین. مهرزاد هستم. دوستان عزیزم، نازنین ها، با یک کار دیگه و یک اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها دقایقی در خدمتتون هستم. اگر موافق باشید مطابق همیشه با هم به اتفاق بپردازیم به موضوع بسیار جالب و کاملا عجیب امروز. دوستان عزیز، همینطور که در جریان هستید از قسمت پیشین من برای شما عزیزانم یک ویژه برنامه رو در نظر گرفتم و اون هم گفتگوییه که در سال 1999 گفته میشه که یک خبرنگار سوئدی با یک زن خزنده یا زن رپتالیان انجام داده. این مصاحبه بسیار طولانی و حاوی نکات بسیار ریزی هستش. در قسمت پیشین این موجود کمی از خودش و دنیایی که در اون زندگی میکنه برای ما توصیف کرد. در این قسمت لاسرتا یا این موجود خزنده در ارتباط با بدن خودش و خوراک و پوشش و رویه زندگی خودش در زیر زمین به ما توضیحاتی رو میده. در این قسمت لاسرتا اندام خودش و جنسیت و هویت خودش رو بیشتر برای ما آشکار میکنه. دوست عزیزم، چنانچه تازه از این قسمت بیننده این سری کار و این مجموعه هستی، به شما توصیه میکنم در ابتدا قسمت نخست این مصاحبه رو حتما ببینید و گوش کنید تا متوجه این قسمت بشید. چنانچه اگر قسمت پیشین رو گوش نکرده باشید
چیزی در این قسمت شما متوجه نخواهید شد. پس محبت کنید در ابتدا قسمت پیشین رو ببینید و بعد برای تماشای قسمت دوم این بخش رو ببینید. بیشتر از این شما دوستان عزیزم رو معطل نمیذارم و با هم به تماشای قسمت دوم از مجموعه گفتگو با یک خزنده به نام لاسرتا می نشینیم. پرسش: تو به من اجازه ندادی که ازت عکس بگیرم. فکر نمی کنی اگر اجازه می دادی ازت عکس بگیرم برای باور خوانندگان و شنوندگان خیلی تأثیر بهتری داشت؟ فکر نمی کنی دیدن عکس باعث می شد تا اونها حرفای تو رو بهتر باور کنن؟ حالا که اجازه ندادی من ازت عکس بگیرم، چجوری می خوای وجود خودت رو به خوانندگان و شنوندگان اثبات کنی؟ پاسخ: من خودم خیلی خوب میدونم اگر از من چند عکس میگرفتی قاعدتا باورش برای بعضی از انسانها راحت تر بود، و حالا که اجازه ندادم قاعدتا افراد بیشتری به صداقت گفتار تو شک خواهند کرد. البته این رو بگم که برای گونه ما همین شکاک بودن انسانها خیلی مفید در طول تاریخ واقع شده و این رو هم میدونم. حتی اگر به تو اجازه می دادم که از من چند عکس بگیری، باز هم اشخاصی پیدا می شدن که به همین عکس ها هم شک کنن، به تو بگن که این یک زنیه که نقاب زده، یا این عکس ها دستکاری شده، یا مربوط به یک فیلم سینماییه. باز هم می دونم افرادی هستند که با دیدن تصاویر هم به وجود من شک خواهند کرد و قاعدتاً به من خیلی بر می خوره. امیدوارم که درک کنی چرا اجازه ندادم از من عکس بگیری. من نمی خوام با تو بحث کنم، اما دلیل این که اجازه ندادم تو از من عکس بگیری دو دلیل داره. نخستین دلیلش همون پنهانکاریه که در وجود ما ریشه داره، و دلیل دومش هم که میدونم درک نخواهی کرد، دلیل مذهبی در بین نژاد ماست. با این وجود اگر نقاش خوبی هستی میتونی از صورت من و تجهیزاتی که من در اینجا دارم تصاویری رو نقاشی کنی، اما برای اینکه خوانندگان و شنوندگان بهتر من رو بشناسن و باورشون بشه که تو با من سخن گفتی، اجازه بده من خودم رو توصیف کنم. با وجود اینکه میدونم توصیف کردن کار بسیار دشواریه، اما خب تلاش خودم رو میکنم. من رو یک زن تصور کنید. همانند شما یک سر دارم، دو دست، دو پا، دو چشم، دو گوش و یک دهان. همونطور که گفتم من یک زن هستم، پس قاعدتاً دو پستان یا دو سینه هم دارم. با وجود اینکه ما خزنده هستیم، اما در طی طول تاریخ و در طی قرون کم کم نژاد ما یاد گرفته که به کودکان خودشون شیر بده. این بخشی از روند تکامل ماست. این رویه 30 میلیون سال طول کشیده. ما خزندگان در طول تکامل خودمون متوجه شدیم که شیر دادن به نوزاد بهترین راه کمک به نوزاد ناتوان و ضعیفه. اما این به این معنی نیست که ما یک پستاندار واقعی هستیم. ما همانند انسان‌ها زن و مرد داریم و اندام تناسلی و سکسی. با وجود اینکه اندام‌های جنسی ما کمی از مال شما انسان‌ها کوچکتره، ولی دقیقاً عملکردی مانند اندام شما انسان‌ها رو داره.
این اندام تولید مثل هم یک هدیه دیگر دوران تکامل به ما خزندگانه. رنگ پوست من سبز بیش هستش، سبز کمرنگ با برآمدگی ها یا جوش هایی قهوه‌ای رنگ که در سر تا سر پوست من اونها رو شما میتونی ببینی. این جوش هایی که روی پوست ماه، اما در ماده ها تعداد اون بیشتره، علل خصوص توی صورت و چونه ها. همینطور که میبینی من سر تا سر چونه و صورتم از این دونه های قهوه‌ای پر شده. چشم های ما قدری از چشم های انسان ها بزرگتره، به همین دلیل ما میتونیم توی تاریکی بهتر ببینیم. مردمه که چشمای ما عمودیه، بخشی که در چشمان شما با نام سفیدی چشم شناخته میشه، در ما اون بخش سبز بسیار روشنه که البته نرها کمی تیره تره. در واقع شبکیه چشم ما بسیار بسیار به نور حساسه. ما گوش هایی همانند گوش های انسان ها نداریم. گوش های ما کمی کوچیکتره و آنچنان مثل مال شما خمیده و بیرون نیست. با این حال ما چندین برابر شما بهتر میتونیم بشنویم، چون این نوع از گوش برای صداهای سونیک طراحی شده. ما طیف گسترده ای از امواج صوتی رو میتونیم بشنویم. در گوش ما یک عضله وجود داره که میتونه اون رو به طور کامل ببنده، به عنوان مثال در زیر آب. بخش بالایی بینی ما که حالت وی شکل داره، ما رو قادر میسازه که بتونیم دما رو بهتر ببینیم و حس کنیم. با این اندام ما میتونیم گرما و سرمای هوا رو بهتر متوجه بشیم. لبهای ما تقریبا شبیه لبهای شماست، با این تفاوت که لبهای گونه های ماده در نژاد ما معمولا کمی بزرگتره. لبهای ما رنگ قهوه‌ای بسیار کم رنگی دارن. دندونهای ما بسیار سفید و قوی و کمی بلندتر و طولانی تر از دندانهای انسان هاست. اما همینطور که میبینی دندانهای من تقریبا انتهای صافی داره. اما در بین نژاد ما نرها دندانهای محکمتر و تیزتری دارند. ما همانند انسانها رنگ موی متفاوت نداریم. در واقع در نژاد ما رنگ مو متناسب با سن ماست. همچنین بجز سر ما در هیچ کجای بدنمون مویی نداریم. موهای نژاد ما بسیار آرام رشد می کنند. بازوها و پاهای ما تقریبا همانند شما انسان هاست، اما با رنگ پوستی متفاوت. همونطور که پیشتر گفتم رنگ پوست ما غالب اوقات سبز یا بیج رنگ هستش. به روی زانوهای ما ساختاری پوشیده از فلس وجود داره و همچنین این پوشش فلس مانند به روی بازوها و آرنج ما هم وجود داره. ما در هر دست 5 انگشت داریم، منتها با یک تفاوت.
انگشتان دست‌های ما کمی نازک‌تر و بلندتر از انگشت‌های انسان هاست. پوست کف دست ما کاملاً صاف و نرمه. ما هیچ گونه اثر انگشت و یا نشانه‌ای در دست خود نداریم. اگر پوست منو لمس کنی متوجه نرمی و صافی پوست من خواهی شد. همچنین ما در دستان خودمون دو شاخ کوچک تیز به طور وارونه در انگشتان میانی خود داریم، اما ناخن‌های انگشت‌های ما بلندتر، محکمتر و طولانی‌تر از ناخن‌های انسان هاست. همینطور که مشاهده می‌کنی، ناخن‌های من کمی تیزه و مانند شما انسان‌ها، ناخن‌های ما در بخش انتهایی گرد نمی‌شن. با این حال، ناخن‌های من چندان تیز هم نیستند، چون من یک زن هستم. در نژاد نر ما، ناخن‌ها کاملاً در انتها تیز هستند. گاهی اوقات نرها ناخن‌هایی با بلندی 5 تا 6 سانتی متر و به صورت کاملاً تیز و برنده دارند. اگر به پشت و بالا تنه من دست بزنی، یک خط استخوانی سخت و سفت را احساس می‌کنی. اینها مهره‌های کمر یا ستون فقرات من نیستند، بلکه این یک ساختار بسیار محکم و سفتیه که در پشت مهره‌های من وجود داره. همچنین این صفحه سفت از اعصاب و رگ‌های اصلی بدن ما محافظت می‌کنه و دقیقاً به همین دلیله که ما معمولاً برای نشستن به روی صندلی بسیار مشکل داریم. همچنین این بخش به لمس و نوازش بسیار حساسه و این بخش از بدن ما کار تمایلات جنسی و بیدار کردن شهوات ما رو داره. در واقع زنها و مردها در نژاد ما با لمس کردن این ناحیه تمایلات جنسی رو در همدیگه بیدار میکنن. به جز لمس کردن نژاد مخالف، این بخش از بدن ما به نور خورشید هم کاملا حساسه و هنگامی که ما به زیر نور خورشید طبیعی یا خورشید مصنوعی خودمان در زیر زمین می نشینیم، با گرم شدن این ناحیه شهوت در ما بیدار می شه. ما برای به دنیا آوردن فرزندانمان روش خاصی که ترکیبی از همین دو روشه داریم که در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد. خب فکر کنم به قدر کافی توصیفی از خودم و اندامم کردم. امیدوارم که همین مقدار توصیف برای شناخت ما و برای تصور کردن ما کافی باشه. پرسش: شما چه نوع لباسی می پوشید؟ آیا اصلا چیزی به نام لباس دارید؟ آیا این چیزی که در تن تو من دارم می بینم همین لباس معمول شماست؟ پاسخ: خیر، این لباس روزمره ما نیست. این لباس رو زمانی می پوشم که در میان انسان‌ها هستم. راستش رو بخواهید، لباس‌های انسان‌ها برای ما بسیار تنگ و آزاردهنده است. باید بگم هنگامی که ما در خانه خودمان، منظورم خانه زیرزمینی خودمان، یا در کنار اعضای نزدیک خود هستیم، کاملا لخت و برهنه هستیم.
و لباسی نمی پوشیم. ببینم برای شما شوکه کننده است؟ در واقع ما همیشه برهنه هم نیستیم. هنگامی که در مراسم مذهبی شرکت می کنیم یا در نزد دوستان و آشنایان خود هستیم، لباس های بسیار نازک و نرمی داریم که آنها را می پوشیم. همینطور که پیشتر گفتم، بیشتر بدن ما مخصوصا ناحیه پشت ما به لمس حساس است. به همین دلیل ما نمی تونیم لباس های همانند شما بپوشیم، چرا که ممکنه این پوشش به بدن ما آسیب بزنه. پوششی که ما در خانه زیرزمینی خود داریم معمولاً پوششی بسیار راحت و آزاده. مردها و زنها معمولاً همان لباس رو می پوشند، اما رنگها برای جنس مرد و زن متفاوته. پرسش: آیا تو همانند دیگر خزندگان دم داری؟ پاسخ: ببینم، شما چیزی به اسم دم در وجود من الان مگه داری میبینی؟ نه، ما به هیچ وجه دم نداریم. اگه به اسکلت من نگاه کنی، فقط یک استخوان گرد کوچیک در انتهای ستون فقرات ما پشت لگن پیدا میکنی که دقیقاً همانند بخش اضافه‌ای که در روده انسان‌ها وجود داره و گاهی منجر به بیماری آپاندیس میشه، این ناحیه هم برای ما مانند ناحیه‌ای که در روده شما وجود داره کاملاً بی‌مصرفه، که خوشبختانه از بیرون اصلاً مشخص نیست، فقط در زیر پوست و در اسکلت ما این بخش قابل رویته. البته جنین های ما هنگامی که در حال رشد هستند در ماه های نخستین این دم رو دارند که تا قبل از به دنیا اومدن این دم کاملا از بین میره. به گمانم در میلیون ها سال پیش نژاد ما دم داشته، اما به مرور پس از سیر روند تکامل این ناحیه در بدن ما به طور کامل از بین رفته و میشه بگیم که ستون فقرات ما دقیقاً همانند ستون فقرات شما انسان هاست. پس همانند شما انسان ها ما هم برای راه رفتن نیازی دیگر به دم نداریم. پرسش: شما گفتی که برای به دنیا آوردن فرزندانتان روش خاص و عجیبی دارید. ببینم، آیا شما تخم گذارید؟ شما تخم می گذارید؟ پاسخ: بله، اما نه مانند پرندگان و خزندگان بدوی، بلکه جنین در یک مایه پروتئینی در داخل رحم مادر رشد میکنه که اون مایه پروتئینی شبیه به یک تخم مرغه، منتها بسیار نازک و کاملا شفاف و در عین حال محکم و مقاوم. جنین ما در داخل این تخم مرغ در رحم مادر رشد میکنه. همینطور که
همچنین در داخل این تخم مرغ جنین از طریق یک رگی که از داخل تخم مرغ به بیرون اومده و به رحم مادر متصل شده، ارتباط خودش رو با مادر حفظ میکنه. هنگامی که جنین قصد به دنیا اومدن رو داره، مادر با فشار پاها و محول و واژن خودش تخم مرغ رو به بیرون پرتاب میکنه و بعد جنین از داخل این تخم نرم به آرومی بیرون میاد. همینطور که پیشتر در هنگام توصیف دستانم به شما توضیح دادم که در انگشتان میانی ما دو شاخ وارونه وجود داره، در واقع جنین هنگامی که از داخل تخم نرم خودش قصد به بیرون اومدن رو داره، با این دو شاخ تیزی که در انگشت میانی هر دست داره اون تخم مرغ رو میشکنه و سریع به بیرون میاد. این کار به طور کاملا غریزی انجام میشه و اگر جنین موفق نشه که این تخم مرغ رو بشکونه، ممکنه که خفه بشه. پس میبینی که این دو شاخ در انگشت میانی دست‌های ما نقش بسیار کلیدی و مهمی در به دنیا اومدن ما رو داره. حالا متوجه شدی؟ ما همانند شما جنین رو در رحم نگهداری میکنیم و همانند خزندگان تخم گذاریم، منتها تخمی که در داخل رحم مادر تشکیل میشه. پس به نوعی ما از هر دو روش برای به دنیا آمدن نوزادانمان استفاده میکنیم. بدین ترتیب ما از محاسن هر روش به طور خاص استفاده میکنیم و این هم جزو روند تکامل ما در کره زمینه. کات. Astral Citizens is home to unbiased and rare UFO news. Like and share this video and comment below. Click the thanks button below this video to show support. If you want to see more, make sure to follow us. Join the free UFO social network at and become a true citizen of the stars.